بر شما آقای وفایی، بعد از اینکه امروز سه‌شنبه نهم ماه می عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان در اسلام آباد بازداشت شد، اوضاع این کشور الان چگونه است؟ پس از بازداشت عمران خان، رهبر تحریک انصاف پاکستان و از مخالفان سیاسی دولت شهباز شریف، همچنین نخست وزیر سابق پاکستان، هزاران نفر از هواداران حزب تحریک انصاف و هواداران شخص آقای عمران خان در شهرهای مختلف پاکستان به جاده ها ریختند تا در واقع از دولت بخواهند که رهبر حزب تحریک انصاف را آزاد کنند. در ادامه این اعتراضات، در بسیاری از شهرهای اعتراضات به خشونت انجامیده و در برخی از شهرها ایستهای بازرسی پلیس، دفاتر دولتی، خانه های مربوط به ژنرالان ارتش و نهادهای نظامی و غیر نظامی پاکستانی توسط معترضین آسیب دیده و حتی در مواردی با آتش کشیده شده. فضا در پاکستان همکنونی که ما با هم صحبت میکنیم به شدت تنش‌آلود و متشنج است و در برخی از شهرها دولت برای اینکه اعتراضات را تضعیف کنند، در واقع اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کرده. اینترنت در برخی از شهرها درست کار نمی‌کند، ولی اعتراضات همچنان پابرجاست و رهبران حزب تحریک انصاف و هواداران عمران خان هم در بسیاری از شهرها با گسترش اعتراضات تا آزادی آقای عمران خان تاکید می‌کنند. بله، دلایل مختلفی برای بازداشت ایشون اعلام شده، اما مهمترین دلیل بازداشت عمران خان به نظر شما چی میتونه باشه و اینکه آیا دادگاه عالی و مقامات پاکستان نقشی دارند در این قضیه؟ جالب بود که امروز وقتی عمران خان بازداشت شد، دادگاه عالی پاکستان اظهار بی‌اطلاعی کرد و در واقع رئیس دادگاه عالی پاکستان گفت ما در جریان بازداشت ایشان نیستیم، ولی تلاش میکنیم بدانیم که چه ارگانی و یا چه کسی در پشت بازداشت عمران خان قرار دارد. عمران خان از در واقع ساختمان مجتمع مرکزی قضایی اسلام آباد بازداشت شد، جایی که رفته بود تا با یکی از اتهاماتی که برش وارد است پاسخ بده، و در اونجا پلیس پاکستان یورش برد و عمران خان را با خشونت بازداشت کرد. تا هنوز مقام های رسمی دولت پاکستان از جمله شهباز شریف و مقام های دادگاه عالی به صورت واضح دلیلی بازداشت عمران خان را بیان نکرده، ولی آنچه رسانه های پاکستانی گزارش دادن و پلیس اسلام آباد در صفحه توییتر خود نوشته این است که عمران خان متهم است در مرتبط به یک پرونده در واقع ساخت و ساز املاک که در اونجا ظاهرا اختلاسی صورت گرفته، ولی جزئیات این پرونده هنوز مشخص نیست. ولی آنچه در جامعه پاکستان بازتاب یافته این است که این یک انتقامگیری سیاسی است از جانب دولت شهباز شریف. بله جناب وفایی، شما خودتون روزنامه‌نگار هستید و به اوضاع اون منطقه اشراف دارید، کمان که حوزه فعالیتتون هم همینه. به نظر شما جایگاه رهبری شخصی مثل عمران خان در پاکستان چگونه است و زندانی شدن ایشون الان چه بر سر پاکستان خواهد آورد؟ آیا شرایط متشنج ایجاد خواهد کرد؟ پاکستان از دو سال، از نزدیک به دو سال با بحران سیاسی و اقتصادی بسیار عمیق مواجه است و کنار گذاشته شدن عمران خان در سال گذشته از قدرت به این تنش‌ها و به این اوضاع تنش‌آلود پاکستان دامن زد. زخمی شدنش در ماه نوامبر در یک حمله تروریستی این فضا را بیشتر متشنج ساخت و اکنون که پاک عمران خان به زندان انداخته شده، تصور میره که اوضاع متشنج پاکستان بیشتر متشنج شود و با بحران سیاسی در پاکستان بیشتر عمیق شود. به حالا در چند ساعتی که از بازداشت عمران خان میگذره دیده میشه که فضای سیاسی به شدت شکننده است. فضای سیاسی و اجتماعی پاکستان به شدت دو قطبی شده، یک جانب دولت شهباز شریف هست و یک جانب هم میلیون ها هوادار حزب تحریک انصاف که عمران خان را دوست دارن و تلاش دارن عمران خان را از زندان و از چنگ دولت شهباز شریف بیرون بیارن. به نظر میرسه که کنترل این اوضاع برای نیروهای امنیتی پاکستان و حتی ارتش پاکستان که از ارتش های قدرتمند منطقه هست دشوار هست. در روزهای پیش رو خواهیم دید که اگر عمران خان آزاد نشود و همچنان در بند دولت پاکستان بماند، احتمالاً این فضا بیشتر تنش‌آلود خواهد شد و مدیریتش برای دولت پاکستان و دولت شهباز شریف که از بحران اقتصادی هم رنج می‌برد دشوار خواهد بود.
بله، به بحران اقتصادی اشاره کردید. در حال حاضر دولت پاکستان با بحران شدید اقتصادی مواجهه، در این حال در چند ماه آینده یک انتخاباتی هم در پیش رو داره. به نظر شما این بازداشت عمران خان چطور میتونه تاثیر داشته باشه روی این شرایط اقتصادی، دامن بزنه به بحران اقتصادی در پاکستان، و اینکه چه تاثیر روی انتخابات پاکستان خواهد گذاشت؟ زمانی که در سال گذشته عمران خان رأی اعتماد را در پارلمان پاکستان کسب نکرد و از قدرت کنار گذاشته شد، از همون لحظه شعار داد که من از این لحظه کمرم را میبندم تا در انتخاباتی که در پیش رو داریم شهباز شریف را دوباره از قدرت برانم و قدرت را تصاحب کنم. در این یک سالی که گذشت تمام تلاش عمران خان بر این بود که جامعه پاکستان را در واقع بسیج کنه تا در انتخابات پیش رو دوباره قدرت را تصاحب کنه. این احتمال رو داد که ممکنه این بازداشت در اثر همین تهدید باشه، اینکه بخوان ایشون رو از صحنه انتخابات دور کنن، درسته؟ دقیقا حدودا 4 ساعت پیش از این که عمران خان بازداشت شود، در ویدئویی که در تویتر خود منتشر کرد گفت که دولت شهباز شریف تلاش دارن مرا بازداشت کنند تا از کارزارهای انتخاباتی و تلاشهای سیاسی ما که منجر میشه و پیروزی ما در انتخابات پیشگیری بکنه. در واقع ادعای خود عمران خان هم همین است، ادعای هواداران و رهبران حزب تحریک انصاف هم همین است که یکی از اهدافی که در پشت بازداشت عمران خان و پرونده سازی علیه عمران خان نیفته است کنار زدن یا از انتخابات پیش رو است. و به همین دلیل هم در سال گذشته ما دیدیم که کمیسیون انتخابات و دادگاه عالی پاکستان که زیر اثر دولت شهباز شریف هست، در واقع فرمانی را صادر کرد که عمران خان را برای 5 سال از فعالیت سیاسی منع میکرد. معنی این کار این بود که در انتخابات پیشروی عمران خان باید کنار زده شود و از صحنه سیاسی پاکستان حذف شود. و پیشبینی شما به عنوان یک روزنامه‌نگار چه خواهد بود؟ به نظر شما تلاش ها برای آزادی عمران خان نتیجه بخش خواهد بود در نهایت؟ ارتش در پاکستان خیلی قدرتمند هست و از سالهایی که از در واقع 75 سالی که از عمر پاکستان میگذره تمام امور در دست ارتش هست و ارتش دانسته در واقع عرصه سیاسی و نظامی و امنیتی و حتی دیپلماسی را در اختیار خود بگیره. هرچند تکیه دولت شهباز شریف هم بر ارتش هست، ولی من فکر میکنم نفوذ سیاسی و جایگاه اجتماعی را که عمران خان در بین مردم پاکستان داره، اگر آزاد نشه عمران خان و در انتخابات پیش رو سهمی برش داده نشه و صحنه سیاسی تلاش شود که حذف شود، من فکر میکنم کنترل این اوضاع در حالی که پاکستان به شدت در بحران اقتصادی هم به سر میبرد دشوار خواهد بود و این آزمون بزرگی است که فکر نمیکنم در این مرحله ارتش پاکستان و دولت شهباز شریف از عهدهش بر بیایند. خیلی متشکرم جناب وفایی. گفتگویی بود با آقای مختار وفایی، دبیر سرویس افغانستان در ایندیپندنت فارسی. ممنون که در این گفتگو با ما همراهی کردید.